همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا ترکیه. فرزیا، ما از چارچوب سفر وزیر امور خارجه ژاپن به ترکیه بگو. خب اول از همه بگم که این دومین سفر مقامات ژاپنی طی سال گذشته به ترکیه هستش. قرار بودش که این دیدار در آنکارا اتفاق بیفته، اما دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با وزیر امور خارجه ژاپن در شهر آنتالیا برگزار شد و ساعتی قبل یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. در این کنفرانس چاوشوغلو اعلام کردش که در زمینه آخرین رویدادها و آخرین اتفاقات و تحولات جنگ روسیه و اوکراین به وزیر امور خارجه ژاپن گزارشی رو ارائه کرده. در ادامه هم وزیر امور خارجه ژاپن اعلام کردش که اشغال روسیه رو محکوم می‌کنیم و تمامیت ارضی اوکراین برای ما مهم است و در این زمینه با ترکیه توافق داریم. هفته گذشته در نشست دیپلماسی که در آنتالیا برگزار شده بود، موضوع ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده بود. در این کنفرانس هم چاوشوغلو اعلام کردش که ما با ژاپن در این زمینه صحبت کردیم و اصلاحات اساسی در زمینه شورای امنیت باید اجرا بشه که در این زمینه هم با ژاپن ما همکاری خواهیم داشت. در ادامه هم در زمینه صدومین سالگرد روابط دیپلماتیک بین ژاپن و ترکیه که در سال 2024 هست صحبت شد و اعلام شدش که تا اون موقع قرار هستش که روابط اقتصادی مخصوصا در زمینه صنایع دفاعی، انرژی و کشاورزی گسترش پیدا بکنه. در کنار این موضوع، بلایای طبیعی هم یکی از اساسی ترین موضوعات بوده که قرار شده که ترکیه و ژاپن در این زمینه همکاری های بیشتری داشته باشند. به جز این که بیشتر به ما از آخرین فعالیت‌های ترکیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و برقراری صلح بگو. خب همونطور که میدونیم طی هفته گذشته در جریان نشست دیپلماسی آنتالیا، نشست سه جانبه‌ای بین اوکراین، روسیه و ترکیه اتفاق افتاد و وزرای امور خارجه دیدار کردند. هرچند که نتیجه چندان قابل قبولی نداشت و البته انتظاری هم به نتیجه و صلح نبود در این دیدار، اما در نشست دیپلماسی ترکیه با مقامات و رهبران جهان در این زمینه صحبت‌های زیادی کرد. در ادامه هم طی هفته گذشته چاوشوغلو به کیف و مسکو سفری رو داشت و بعد از اون هم اعلام کردش که امیدها برای صلح بیشتر شده. اردوغان هم طی صحبتی که با همتایان روسی و اوکراینی خودش داشته اعلام کردش که احتمال دیدار و گفتگوی پوتین و زلنسکی خیلی زیاد هستش. در ادامه همین موضوع هم چاوشوغلو به گفتگوهاش با همتایان خودش در روسیه و اوکراین ادامه میده و دیروز هم یک بار دیگه با با صحبتی داشته و اعلام کرده که ما به صورت جدی داریم پیگیری میکنیم. ترکیه تلاش میکنه که مهمتر از همه و اولویتش این هستش که یک آتش بس اعلام بشه و خصوصا در منطقه ماریوپول پیگیری میکنن که یک آتش بس حداقل برای کریدورهای انسانی برقرار بشه. در ادامه هم خب ترکیه به تلاش‌های بین‌المللی خودش برای اینکه یک توافقی انجام بگیره و صلح اتفاق بیفته داره که ادامه میده. ممنونم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما بود.